موضوع امروز فنون ساموره عطربازی مربوط به اون دوستانی میشه که میرن توی یه دونه فروشگاه 10 تا 15 تا عطر رو تست میکنن و میان بیرون. واقعا چجوری این کار میکنین؟ این موضوع خیلی از فروشنده هم هست در واقع. مشتری اومد 10 تا 15 تا عطر رو تست کرد، هیچی هم نخرید رفت بیرون. من با اون قسمت هیچی نخرید رفت بیرونش اصلا کاری ندارم. من این ورشو کار دارم که 10 تا 15 تا عطر رو واقعا چجوری توی فروشگاه توی یه روز تست کردین. من با این بینی به این بزرگی همچین کاری نمی کنم. اتفاقی که میفته اینه که پول اگه تو جیبتون باشه قلقلکتون میده، میرین یکی دوتا هم از اون عطرا رو میخرین همون روز، میارین بعدا تو خونه میبینی این که اصلا اون چیزی که من فکر میکردم نبود، بعدش هم میارین تو گروه های تلگرامی به عنوان دسته دو مجبورین بفروشینش با قیمت پایین تر. من اصلا کاری به کیف پول و خرج کردتون ندارم، نمیگم حیفه، پول خودتونه، اختیار خودتونه، ولی واقعا وقتی همچین اتفاقی براتون میفته دل سرد نمیشین؟ اینکه یه عطر رو از بین چندین عطر میخریم به خاطر اینکه روی دستتون و روی بدنتون ترافیکی از بو رو انداختین و درک درستی ازش نداشتین و وقتی اینو توی یه حالت آرامش تست کردین و دیدین که اون عطری که فکر میکردین نیست، مجبورین بفروشینش، دل سردتون نمیکنه؟ این موزل بزرگیه که خیلی از کسایی که میرن عطر بخرن دوچارش میشن. نمیگم عطر باز، چون این ناشایسته ترین رفتاریه که به یه عطر باز میشه خطاب کرد. در واقع برای یه آدمی که اسمش عطر باز، این یک فوشه، رسما فوشه. یعنی اونجا اگه طرف نخره از مغازه بیاد بیرون سنگین تره، چون اگه بخره احتمالاً اشتباه کرده. اما چیکار باید کرد؟ راهکار اینه، میرین توی فروشگاه، فروشندم دمش گرم روی پیشخونو پر کرده از عطر، جلوتون پر عطره، 20 ساعت جلوتونه، میخواین تستشون کنین. یک، اول باید روی بلاتر یا همین کاغذهای تست یا اگه نبود روی دستمال کاغذی امتحان کنین تا یک کلیتی از رایحه بیاد به دستتون. اینا رو که بررسی کردین، از بین اونا قاعدتا خیلی هاشون فاکتور میشن و چند تاشون فقط میمونن جلوی شما. اون موقع میتونین تصمیم بگیرین، میتونین دوباره تست کنین، ولی قبلش یادتون باشه حتما بریم بیرون یه هوا بخورین، یه 5 دقیقه بعد دوباره بیاین تو، دوباره تستشون کنین، اگر شد باز روی بلاتر تستشون کنین و از بین اونا دو تا یا نهایتاً سه تا رو انتخاب کنین، روی پوستتون تو فاصله های خیلی دور از همدیگه تست کنین که وقتی رفتین بیرون بتونین در واقع بوی اینا رو از همدیگه تفکیک کنین. مرحله اول این بود. شما توی مرحله هنوز چیزی نمیخرین، میریم برای مرحله دوم. مرحله دوم تو همون روز شاید اتفاق نیفته یا حداقل تو همون ساعت اتفاق نمیفته. با فروشنده خدافظی میکنین، میرین یه دوری میزنین، اون عطرایی که روی دستتون زدین رو مدام باید بو کنین، سیر بازی اینا رو ببینین به پوستتون آیا میاد یا نه، این عطر شما رو آزار میده، بهتون کیف میده، به دیگران نشون بدین. اگه دیگران هم خوششون اومد، گفتن اوکی این بهت میاد یا ما از این خوشمون اومد، اون موقع میتونین برای این عطر تصمیم بگیرین. اینی که گفتم مال وقتیه که شما میدونین چی میخواین و رفتین توی فروشگاه که یه عطر رو تست کنین و بخرین. بنا به ذهنیتی که دارین یک چیزی به فروشنده میگین، فروشنده بنا به اون ذهنیت شما عطرای رو روی پیشخون میچینه، میگه اینا توی اون مودیه که شما نیاز دارین. ولی اگه نه، برین توی فروشگاه، اونو بیار، این یکی هم بیار، یکی هم اونجاست اونم بیار، فروشنده هم ترش میکنه، میدونه تو فقط شیشه رو داری میبینی، میگه اونو بیار یا اون عطر رو جای دیگه شنیدی میخوای تست کنی ببینی چیه، فقط اونجا احتمال این که در واقع تو بخری کمه و فروشنده هم اونجا بابا این کی میره یه همچین حالتی انجام میده. اما جنایت اصلی هنوز اتفاق نیفتاده. میگه مشتری رفت توی فروشگاه 10 تا 15 تا عطرم تست کرد، بینیش گیجه گرفت، هیچی هم نخرید، اومد بیرون، حالا جنایت قرار اتفاق بیفته. همین آدم با بینی که دیگه واقعا قدرت تفکیک نداره و عطرایی که تست کرده رو هیچ جور نفهمیده، میاد میشینه راجع به اینا کامنت و ریویو مینویسه. به این جور ریویوها میگن بررسی های قهوه خونه، یعنی به لعنت خدا نمیارزن، دوزار نمیارزن، هیچ اطلاعات غلط میدن، اطلاعاتی که درست نیست میدن. اون قسمت ریتینگ عطرها که عطر رو شبیه عطرهای دیگه میدونن و لایک و دیسلایک میخورن، فکر میکنین از کجا پر میشه؟ از دقیقا همینجور بینی هایی که گیجه گرفتن. سایت هایی مثل فرگرانتیکا و فضای اینستاگرام پر از اینجور بررسی های قهوه خونه ایه که به لعنت خدا نمیارزن. یعنی خیلی ساده میشه اینا رو در واقع پیدا کرد. بعضی از ساعات شبانه روز یه دفعه میبینی یک پروفایل، یعنی یک شخص توی فرگرانتیکا اون قسمت سمت راست هست که ریویوهای جدید رو میذارن، میبینین 6 تا 7 تا برند رو مثلا اومده
ازشون ریویو گذاشته، یا 6 تا 7 تا عطر رو از یک برند اومده ریویو گذاشته. این یعنی چی؟ یعنی مثلا طرف رفته توی فروشگاه تام فورد، عطرهای تام فورد رو گذاشتن جلوش، این همه رو گرفته یکی یه دونه تست کرده، یا بلاترا رو گرفته همه رو اینجوری آورده خونه نشسته از رو بلاتر شروع کرده نوشتن و اونجا در واقع یک جنایتی انجام میده. و این آدم کسیه که ریویو می‌نویسه، یعنی فرقی با منی که میشینم تحقیق میکنم نداره متاسفانه. نتیجه اخلاقی، آقا این کارو نکنیم خدایی، یعنی به فروشنده هم احترام نمیذارین، به بینی خودتون احترام بذارین. 10 تا 15 تا عطر رو تست میکنین، بهتره که اونجا عطر نخرین چون بعدش پشیمون میشین. اوکی گفتیم اینا رو هم تست کردین، خونه اومدین نشینین راجع به اینا ریویو بنویسین، واقعا اون ریویو به هیچ چی نمیارزه.